نوای نی، برنامه شماره 21، نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیر مؤز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و رفعتی تنظیم شده. صدا بردار غلامرضا ملکوتی، تهیه کننده مهدی سردیفی. نوای نی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. با نام مقدس و گرامی پروردگار بزرگ، سخن امروز را آغاز می‌کنیم و از آن بخشنده توانا عاجزان مسئلت داریم که از راه لطف پرتوی از نور هدایت خود را فرا راه من دارد که بی عنایت و توفیق او هرگز رستگاری میسر نیست. ای دهنده عقل‌ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم طلب از توست هم آن نیکویی، ما کیم اول توی آخر توی. امروز برانیم که در پیرامون یکی از مقامات یا حالات که خاصه مقربان و صدیقان است، هرچند به اجمال سخن گوییم، آن عبارت است از مقام و مرتبه رضا که نهایت مقامات سالکان است و وصول بدین پایه رفیع و جایگاه منی هر رونده ای را مقدور و ممکن نیست. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نخامی بیغمی. رضا در لغت به معنای خوشنودی است، اما در عرف ارباب معرفت عبارت است از خوشنودی دل بدان چه خدا بر شخص پسندد و تسلیم محض بودن در برابر قضای الهی. البته همگان را به این پایگاه والا دسترس نیست. خداوند در موازه چند در کلام مجید صاحبان رضا را ستوده و از آنان به بزرگی و عظمت یاد کرده است، از جمله در سوره مبارکه توبه، ضمن برشمردن نعمتهای عظیم که در جهان آخرت به اهل رضا اختصاص یافته، آنان را به خطاب و بشارتی خاص مباهی فرموده، گوید اینا
خوشنودی خدا هر نعمتی برتر و بزرگتر است. تا نگردی آشنا زین پرده بویی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. بالجمله سخن در مرتبه رضاست و چه شگفت حالی و طرف مقامی که عقل جزئی مصلحت بین را به حیرت و سرگردانی می کشاند و چشم تنگ عافیت جویان راحت طلب را از پرتو انوار تابناک خود خیره می سازد. چرا که شیر مردان میدان تسلیم و رضا از هیچ بلا و مصیبتی احساس کراهت نمی کنند و در برابر حوادث و وقایعی که به حکم قضا و تقدیر مشیت بر جهان هستی روان است تسلیم محضند و چون همه رویدادها را نتیجه خواست حضرت حق می دانند، از این رو خاضعانه سر بر خط فرمان نهاده زبان حالشان بدین مقال مترنم است. گر تیغ بارد در کویان ما، گردن نهادیم الحکم لله. مولانا حال و مقام رضا را در موارد متعدد به بحث گرفته و شورانگیزترین سخنان را بر صحیفه جاویدان مثنوی رقم زده است. او دستیابی به مرتبه رضا را مولود معرفت و عشق می داند، بدین معنا که سالک با پای طلب و مجاهدت نخست به مرتبه معرفت و یقین می رسد، سپس به قله محبت و عشق صعود می نماید و در چنین حالت است که همه چیز در نظر او خوشایند و زیبا می نماید. چنین کس حتی بلا و مصیبت را که از ناحیه محبوب است فوز عظیم می شمارد. وصف این حالت را از زبان گرم و پرشور مولانا می شنوی. ای جفای تو ز دولت خوبتر، به انتقام تو ز جان محبوبتر. از حلاوت ها که دارد جور تو، و از لطافت کس نیابد غور تو. نالم و ترسم که او باور کند، و از ترحم جور را کمتر کند. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. جفای تو ز دولت خوبتر، خوبتر. جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو Yeah.
جور تو آن کس را که چنین معرفتی حاصل آید و به قلم رو به چنین عشقی دست یابد، پیوسته در حالت وجد و سرور است و نزد او فقر و غنا و رنج و راحت و بیماری و صحت یکسان می باشد و هیچ مصیبت و اندوهی بر دلش گران نیست، بلکه هر غم و مکروهی که به دور رسد چون خواسته دلدار می داند آن را به جان خریدار است. به جز غم خوردن عشقت غم دیگر نمی دانم، که شادی در همه آدم از این خوشتر نمی دانم. از سرور آزادگان حسین پرسیدند چه می گویی در باره قول ابوذر که گفت فقر نزد من از غنا و بیماری از صحت بهتر است؟ امام در پاسخ فرمود رحمت خدا بر ابوذر باد، اما من میگویم هر که بر قدرت و اختیار خداوند واقف شد دیگر هیچ تمنا نکرد مگر آنچه را که قضای پروردگار پیش آورد. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. چنانکه اشارت رفت مولانا حالت رضا را منبعث یقین و عشق می داند و گوید آن کس که عاشق است راهی جز راه رضای محبوب نپوید و
خواست ارادش در اختیار معشوق فانی گردد و اگر بلا و مصیبتی نیز به دور رسد، چون آن را مختار دوست می داند، عاشقانه به استقبالش می رود. چنین کس گردش جهان را بر مدار میل و اراده خود می یابد و هیچ مکروهی را به دو دست رس نیست. این معنا را از زبان مولانا در داستان بهلول و صاحب دل گوش میکنید. گفت بهلول آن یکی درویش را، چونی ای درویش واقف کن مرا. گفت چون باشد کسی که جاودان بر مراد او رود کار جهان؟ سیل و جوها بر مراد او روند، اختران زانسان که خواهد آن شوند. بهلول آن دیوان نمای عاقل صاحب دلی را پرسید چگونه روزگار می گذرانی؟ درویش به پاسخ گفت چگونه است حال آن کس که گردش چرخ و سیر زمان جز بر وفق خواست و مراد او نگردد و سیلها و جویبارها بر پهنه خاک و ستارگان فروزان بر سقف نیلگون آسمان همه و همه سر در خط فرمان او دارند. بهلول درویش را گفت این از سیمای تو آشکار است، اما چنان گوی که همگان این معنا را دریابند. گفت ای شه راست گفتی، همچنین در فر و سیمای تو پیداست این. آنچنان شهر کن اندر کلام که از آن بهره بیابد عقل عام. درویش صاحب دل به پاسخ گفت نزد من محقق است که نظام آفرینش و انتظام کار جهان در قبضه قدرت خداست و هیچ برگی از درخت فرو نیفتد جز به اراده او، و نیز می دانم هر آنچه را که او اختیار کند عین حکمت و مصلحت است. از این رو در برابر حوادث و رویدادها تسلیم محضم و چون به قضای خداوند راضیم، چنان است که جهان هستی بر مدار میل و خواست من در حرکت است. گفت این باری یقین شد پیش عام که جهان در امر یزدان است رام. هیچ برگی در نیفتد از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت. چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده خواهنده شد. آنگهان خندد که او بیند رضا، همچو حلوای شکر او را قضا. آری، آن کس که حق را شناخت و دلش از سرچشمه زلال عشق سیراب گشت، جز راه رضای محبوب نپیمود و خواست او را بر اختیار خیش برگزید و مردانه و سبکبار از سر جان برخواست و نقد هستی در سر کار محبت کرد. تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. عاشقان را هر زمانی مردنیست، مردن عشاق خود
یک نوع نیست. او 200 جان دارد از نور خدا، وان 200 را می کند هر دم فدا. گر بریزد خون من آن خوب رو، پای کوبان جان برافشانم برو. تو مکن تهدیدم از گشتن، که من تشنه زارم به خون خویشتن. Have you moved?
همکنون نمونه های بارز و مصادیق روشن این پاک بازان میدان رضا را میتوان در سر تا سر این خاک مقدس مشاهده کرد. همانان که برای پاسداری از ارزش های متعالی انسان و اعاده فضیلت های برباد رفته قیام کرده، چونان پروانگانی بی پروا خود را به آتش و خون می زنند و از حریم شرف و انسانیت دفاع کرده مشتاقان جان می بازند. گروهی با دریافت فوز شهادت به جوار رحمت حق می روند و دسته‌ای چون صد روئین پای مردی کرده مرگ را به سخره می گیرند. درود خداوند و فرشتگان بر آنان باد. زیر شمشیر غمش رقص کنون باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. زنان و مردانی را بنگرید که با شکوه و عظمت پیکر مطهر شهیدان غرق به خون خود را به درود گفته، بدون اندک بیتابی و جزع و با نهایت تسلیم و رضا از نعمت و موهبتی که نصیبشان شده، سر سپاس بر آستانه پروردگار نهاده به جان شکر گذارند. رحمت خدای بر آنان با. و این ابتلا چه نیکو آزمونی بود که پاک از پلید و سره از ناسره باز شناخته شد و نهایتاً آشکار گردید. و اینک آن گروه اندک را که از جهاد تنها به نام آن اکتفا کرده اند، آری آن زبونان بی آزرم را باید گفت ننگتان با که ننگ و نفرت شما را سزاست. به خدا سوگند که این لکه پلیدی را به آب هفت دریا نتوانید شست که راز درونتان پیش چشم همگان آشکار گردیده است. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. این ندانستند ایشان از اما، هست فرقی در میان بیمنتها. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. و شما ای شهیدان بخون خفته، ای آزادگانی که به انسانیت و شرف معنا بخشیدید، ای ناماورانی که مرگ را حقیر و زبون ساختید، ای پیکرهای مطهری که در پهنه پیکار حق و باطل حضور حق را اعلام داشتید، درود خدا و فرشتگان مقرب او بر شما باد. نام پر افتخارتان تا ابد بر تاروک حماسه ها و مردی ها تابنده خواهد بود. آرام و مطمئن و آسوده بخوابید که هم رزمان و یاران وفادار شما راه افتخار آفرینتان را ادامه خواهند داد و تا همه کاخهای قساوت و بیداد بر سر ستمگران جهان فرو نکوبند از پای نخواهند نشست. در بهشت عدن و در جوار رحمت حق روانتان شاد باد و روح و رضوان الهی پاداشتان. ای دل برای دوست تحفه جز جان نبری، دردت چو دهند نام درمان نبری. بی درد ز درد دوست نالان گشتی، زنها که ارز درد مندان نبری.